بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 اردیبهشت از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برخی مقام‌های حکومت ایران به ویژه اعضای ارشد سپاه خبر دادند که در نقض حقوق بشر نقش برجسته داشته و دارند. جزئیات این تحریم‌ها چیه و چرا اروپا سپاه رو در لیست تروریستی نمیبره، مشابه اون چه که از طرف آمریکا انجام شده؟ همراه میشیم با آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی از آلمان. سلام میکنم خدمتتون آقای سیملقایی، خیلی خوشحالم که تو این گفتگو شما رو همراه خودمون داریم. ما نوعی همزمانی بین تحریم‌های دیروز اتحادیه اروپا و انگلستان و آمریکا رو شاهد بودیم. ابتدا می‌خواستم اگه ممکنه برام از جزئیات بیشتر این تحریم‌ها بگید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. به نظر میاد که دقیقا از سپتامبر سال گذشته، یعنی همراه با خیزش مردم ایران در این انقلاب سال 1401، نگرش اتحادیه اروپا کلن غرب نسبت به حکومت ملایان عوض شده. برای اینکه بتونم برای حرفان گواهی رو پیدا بکنم، به همین بحثی که شما امشب مطرح کردید ارجاع میدم قضیه رو. از این منظر که ببینید، اگر نخوام بگم بی سابقه بوده، اما واقعا کم سابقه بوده که در یک روز به طور هدفمند و اینچنین هماهنگ هم انگلیس که طی چند سال گذشته از اتحادیه اروپا جدا شد، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا با همدیگه بتونن سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر رو مورد تحریم قرار بگیرن. در همین رابطه بود که رویترز اعلام کردش که روز دوشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 تا از افسران ارشد سپاه پاسداران که یکیشون به نظر میاد از معاون فرمانده سپاه در قرارگاه سلمان باشه، دیگری معاون فرمانده سپاه در سیستان و بلوچستان و همچنین فرمانده قرارگاه نیروی زمینی سپاه قرارگاه کربلا هستش، اینها را در لیست تروریستی قرار میده. به دنبال همون دیدیم که بلافاصله دولت انگلستان اعلام کردش که 4 نفر از سران امنیتی رژیم رو که سپاه پاسداران رو در بر میگیره در لیست تحریم‌های خودشون قرار دادن و اعلام کردن که تمامی دارایی‌های سپاه پاسداران اینجا در حقیقت بلوکه میشه در انگلستان، به علاوه این تعدادی که اسم بردن. در ادامه داشتیم که پس از اینکه جلسه وزرای خارجه در اتحادیه اروپا برگزار شد، طی بیانیه اعلام کردن که 8 شخص و 2 نهاد رژیم که در حقیقت هم مجلس هم سپاه پاسداران رو در بر میگیره، اونها هم جز این تحریم ها قرار گرفتن. به طور مثال رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع رژیم، یکی از نمایندگان رژیم و دیگر ارگان ها. در ادامه داشتیم که یک شرکت که گویا از این شرکت هایی هستش که خدمات تلفن همراه در ایران میده به نام آریانتل، فکر میکنم باشه اگه اسمشو درست گفته باشم، اینو در لیست تحریم ها گذاشتن و همه مشترکاً صحبت از جنایاتی میکردن که اینها در راستای این قیام نسبت مردم ایران روا داشتن. به طور مثال آقای رافسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتش که ما با هماهنگی با همکاران کلیدی خودمون و دوستان خودمون در اتحادیه اروپا و انگلیس این تحریم‌ها رو تنظیم کردیم و اعمال می‌کنیم امروز نسبت به این رژیم، به خاطر اینکه این رژیم جنایت‌های بسیار زیادی در حق مردم خودش کرده و اینچنین گفتن که مردم ایران در حقیقت شایسته این هستن که آزادی بیان داشته باشن، اما بدون اینکه تهدیدی از طرف صاحبان قدرت اونها رو دنبال کنه. و همین علت ما این تحریم ها رو گفت انجام میدیم و این تحریم ها رو گسترده تر هم خواهیم کرد. در ادامه وزیر امور خارجه انگلیس هم آقای کلورلی هم گفتن که اشاره کردن به جنایت های وحشیانه سپاه پاسداران
نسبت به مردم خودمون در داخل ایران. و نکته مهم این بود که گفتن سپاه پاسداران با خون و خونریزی در تمامی دنیا، به همین علت ما اینها رو به هیچ وجه گفت از دید خودمون دور نخواهیم گذاشت و اینها رو تعقیب میکنیم تا اینکه بتونیم به شکلی اینها رو مطمئنن پاسخگوی این جنایت ها بکنیم. در آخر فقط عرض کنم خدمتتون که از سپتامبر سال 2022 گذشته تا امروز که تقریبا 7 ماه میگذره، فقط یک قلم انگلستان 70 تحریم مختلف رو نسبت به نیروهای امنیتی و جنایتکار رژیم تحمیل کرده. بله. آقای سیمرغ‌آقایی، یک سوال این وسط مطرحه، اونم با مجموعه نکات و اهمیت تحریمی که از دیروز شنیدیم، از تحریم از مجموعه تحریم هایی که الان از مال بریتانیا شما برامون گفتین و مجموعه تحریم هایی که افراد سپاه رو انجام دادن، مشخصا اتحادیه اروپا و بریتانیا منظورمه، چرا اینها مثل فرض کنیم مثل خود آمریکا مجموعه سپاه رو توی لیست نمیبرند؟ فکر میکنید چه چیز مانع باشه؟ میدونیم که خب انتظار مردم و مقاومت ایران و بارها خواسته اونها این بوده که کل سپاه رو ببرن، این مانع رو شما چطور میبینید؟ ببینید، بحث فوق العاده گسترده ایه، میتونه موانع بسیار زیادی داشته باشه، از اینکه منافعشون رو در نظر میگیرن، از اینکه امروز شرایط جنگ اوکراین مطرح هستش. اما به نظر شخص من واقعا معتقد هستم که بحث اصلی اینه که اینا نمیخوان تمامی پلهای پشت سر خودشون رو خراب بکنن. در واقع کلیت سپاه پاسداران وقتی بذارن توی لیست تروریستی، یعنی تمامی کانالهای ارتباطی خودشون رو با رژیم از بین میبرند و دیگه باید سیرک و پوسکنده بیان اذعان بکنن به این تپی که درش میکوبیدن در طی این 2 دهه، حداقل 2 دهه گذشته، یعنی مذاکرات. باید بیان به افکار عمومی حداقل خودشون بگن ما شکست خوردیم. این براشون خیلی سنگینه که بخوان امروز بیان یه همچین حرفی رو بزنن. در ضمن این حرفی بوده که مقاومت ایران طی دههای گذشته به اینا گفته نه پلان بتون لازمه روی میز داشته باشین، یعنی جنگ، و نه پلان آی که الان در حال حاضر دارید، یعنی لازم نیست نه به دنبال جنگ باشید نه مماشات، بلکه بایستی رجوع بکنید به مردم و مقاومت مردم ایران، دستتون را از پشت رژیم پلید اهریمنی بردارید تا مردم ایران خودشون بتونن اینا رو سرنگون کنن. برای این که بتونم این حرفم رو به اثبات برسونم، صحبت‌های جو بایدن رو میارم که چندی پیش دیدید با یک خانم ایرانی که سوالی ازش کرد، گفت برجام مرده اما ما به دلیلی نمیتونیم اعلام بکنیم. دلیلش هم همینه، بالاخره تو این جامعه اینا بایستی جوابگوی افکار عمومی خودشون باشن. در ضمن الانم فشار بسیار بسیار زیادی از طریق نماینده های پارلمان های همین کشورهای اروپایی روی دولت های اروپایی هست که اینها نمایندگی میکنن افکار عمومی جامعه اروپایی رو. به این علت فکر میکنم که در حال حاضر اینا سعی میکنن هنوز که هنوزه اون دیوارها رو پشت سر خودشون، اون پلها رو خراب نکنن. حالا سیم لقایی، با توجه به اینکه جنایت های سپاه پاسداران توی این 44 سال حاکمیت ولایت فقیه و مشخصا اونم که خامنه ای اون رو به عهده داره، جنایت های سپاه بر کسی پوشیده نیست، چه برای مردم ایران چه برای دنیا، که خودتون الان با فاکتا و مثال های مختلف تحریم ها رو گفتین، صحبت نمایندگان کشورها رو گفتین که به دولت هاشون دارن فشار میارن. اما ما از طرف برخی جریانات و مشخصا رضا پهلوی هر چندگاه میشنویم که میگه که افراد سپاه رو باید از سران اونها جدا کرد، یعنی کل ارگان رو تحریم نمیکنه، میگه اونها این افراد سپاه تو برخی بعضیشون هستن که تو جنایات دست نداشتن، و نهایتا هم میگه که توی نیروی امنیتی و نظامی ایران فردا میتونن نقش داشته باشن. میخواستم نظر شما رو هم توی رابطه بپرسیم. بله، ببینید، اول باید ببینیم که معلم رضای پهلوی این بچه شاه کیه، این بچه مرشد مرشدش کیه؟ مگر غیر از اینه که پرویز ثابتیه؟ پرویز ثابتی کیه؟ یکی از خونخوارترین، جنایتکارترین انسانهای قرن معاصر ماست در ایران. در نظر بگیرید که به گواه پاسدار سبزعلی رضایی و تعداد دیگه که گفتن در اوائل انقلاب برای اینکه ما بتونیم سپاه پاسداران، دستگاه شکنجه
و دستگیری هامون رو تکمیل بکنیم، از همین ساواک کمک گرفتیم. رئیس این ساواک، رئیس کشدار، تیر خلاص دادن ها، ناخن کشیدن ها چه بود؟ اون شخص پرویز ثابته بود که امروز بغل دست رضا پهلوی نشسته. وزیر پدر همین رضا پهلوی گفت که هر وقت رفتم منزل این شخص، پرویز ثابتی رو اونجا دیدم. شما توقع داری این شخص در مورد صفا چجوری فکر بکنه؟ این یه نگاهه. بارها و بارها این شخص گفته که من با سپاه پاسداران، با بسیج، با همه اینها در ارتباطم. باید از این مردک سوال کرد، تو با آبدارچی های سپاه در ارتباط هستی یا با فرماندهان سپاه؟ اگر با فرماندهان هستی چرا فرمانده ها رو میخوای از بدنه جدا کنی؟ در ذهن میخوام ببینم اون کسی رو که سپاه میفرسته بالای پشت بوم با دوربین، با سلاح‌های دوربیندار، قلب و مغز بچه‌ها و جوان‌های این سرزمین رو هدف بگیره، اینا کیا هستن؟ مگر غیر از این پاسدارهای وحشی هستن که تو خیابون‌ها ریختن؟ اون وحشیایی که به نام لباس شخصی و بسیجی تو خیابون‌ها می‌ریزن و چشم دخترکان سرزمین من رو هدف می‌گیرن، مگر اینها همین دونپایه‌های سپاه و همین مزدورانی نیستن که در کف خیابون به زنان ما، به بچه های ما در زندان ها تجاوز میکنن؟ و اینها رو همین الان اول برنامه شما داشتید میگفتید که عفو بین الملل در مورد کشتار بچه ها سرو نیست کردن و تجاوز از اونها صحبت کرده. اینها کیا هستن؟ رضا پهلوی بعد بپرسیم کیو از چی جدا میخواد بکنه؟ این رضا پهلوی کسیه که میگه که اگر اینها اومدن به زن دختر شما، بچه شما تجاوز کردن، به پی انتقاب نرید. حرف خیلی واضحه. این رضا پهلوی یکی دیگر از افاضاتشون که همین چند روز پیش داشتش این بود که میگه من اصلا این جمله نمیبخشیم و فراموش نمینکنیم رو اصلا دوست ندارم. خب شما توقع داری از این شخص که بیاد در مورد سپاه پاسداران چه حرفی بزنه؟ یادمونم نره بالاخره همین سپاه پاسداران و پروژه وزارت اطلاعات و بچهای اطلاعات بود انداختن تو دهن یک سری بسیجی ها که بیان کف خیابون رضا شاه روحت شاد بگن دیگه. فکر میکنن این دلبستگی، این شیفتگی، این پازل ها رو اگر بذاریم بغل دست هم دیگه قشنگ میتونیم بفهمیم که این چرا اینجوری شیدای سپاه پاسدارانه. این چجوری داره این از حق و حقوق این سپاه در خارج کشور داره دفاع میکنه؟ یکی از موانع هایی که اتفاقا فکر میکنم داره این وسط رول خودش رو خیلی خوب داره برای رژیم بازی میکنه، همین رضای پهلوی هسته، بچه شاه هست و دوم و دنبالچه‌ای که دنبال خودش راه انداخته و هر جایی که مقاومت ایران میره به جد برای اینکه سپاه پاسداران در لیست وارد بکنن، پشت صحنه به مذاکرات دیگه میپردازه که بتونه به شکل این سپاه رو از این مسئله بدوره. اما سخت در اشتباه. قدم بعدی اتحادیه اروپا مطمئنن در بردن سپاه در لیست سیاه تروریستشون خواهد بود و این رو مردم ایران بهش نشون خواهند داد. بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی از آلمان، و نکاتی که برامون داشتین از تحریم‌های جدید و همینطور موضوع سپاه و اون چه که مطرح میشه تو این رابطه. خیلی ممنون آقای سیملقایی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.